گزیده از گزارش تحقیقی مشروع مایکروسافت درباره حملات سایبری رژیم ایران به آلبانی. 8 سپتامبر 2022، 17 شهریور 1401 مدت کوتاهی پس از حملات سایبری مخرب علیه دولت آلبانی در عواسط ژوئیه تیم تشخیص و پاسخ مایکروسافت توسط دولت آلبانی برای رهبری تحقیقات در مورد این حملات وارد عمل شد در زمان حملات و به کار گرفته شدن ما در این موضوع توسط دولت آلبانی مایکروسافت علنا اعلام کرد که مایکروسافت متعهد است که به مشتریان خود در ایمن بودن و دستیابی به دستاوردهای بیشتر کمک کند در طول این رویداد ما به سرعت تیم تشخیص و واکنش خود را بسیج کردیم تا به دولت آلبانی کمک کنیم تا سریعا این حمله سایبری را بازیابی کند مایکروسافت به همکاری با آلبانی برای مدیریت خطرات امنیت سایبری ادامه خواهد داد و در این حال به تقویت محافظت در برابر مهاجمان مخرب ادامه می دهد. مایکروسافت با اطمینان بالا ارزیابی کرد که در 15 ژوئیه 2022 بازیگران تحت حمایت دولت ایران یک حمله سایبری مخرب علیه دولت آلبانی انجام دادند. در همان زمان یک بازیگر دیگر تحت حمایت دولت ایران اطلاعات حساسی را که ماهها قبل از آن استخراج شده بود درس داد از وبسایت ها و رسانه های اجتماعی مختلف برای درس دادن این اطلاعات استفاده شد مایکروسافت با اطمینان متوسط ارزیابی کرد که عوامل دخیل در دستیابی به دسترسی اولیه و استخراج داده ها در این حمله با اروپیوم مرتبط هستند که به طور علنی به وزارت اطلاعات و امنیت ایران مرتبط شناخته شده و با استفاده از سه خوشه فعالیت منحصر به فرد شناسایی شده است ما آنها را به طور جداگانه بر اساس مجموعه های منحصر به فرد ابزارها دنبال می کنیم اطلاعات ویژه آلبانی با اجازه دولت آلبانی به اشتراک گذاشته می شود تجزیه و تحلیل فنی شواهد جمعآوری شده در طول تجزیه و تحلیل فنی نشان می دهد که عوامل وابسته به ایران این حمله را انجام دادند. این شواهد شامل موارد زیر اما محدود به آنها نیست. مشاهده شد که مهاجمان در خارج از ایران فعالیت می کردند. مهاجمان از ابزارهایی استفاده می کردند که قبلا توسط مهاجمان شناخته شده ی ایرانی استفاده می شد. مهاجمانی که بخشها و کشورهایی را هدف قرار دادند که در راستای منافع ایران هستند. برنامه وایپر قبلا توسط یک بازیگر شناخته شده ای ایرانی استفاده میشد. با جفزار با همان گواهی دیجیتالی امضا شده بود که برای امضای دیگر ابزارهای استفاده شده توسط بازیگران ایرانی استفاده شده بود. گروهی که ما ارزیابی میکنیم وابسته به دولت ایران است احتمالاً در می 2021 فروردین 1400 با سوء استفاده از آسیب پذیری در یک سرور شیر آپدیت نشده به شبکه یک قربانی در دولت آلبانی دست پیدا کرد و دسترسی را تا جویه 2021 تیر 1400 با استفاده از یک حساب درست تنظیم نشده که عضوی از گروه مدیران محلی بود تقویت کرد تجزیه و تحلیل گزارش‌ها نشان می دهد که ایمیل ها را از شبکه قربانی بین اکتبر 2021 و ژانویه 2022 مهر تا دی ماه 1400 استخراج کرده است. تجزیه و تحلیل سیگنال های ناشی از این آی پی ها و منابع دیگر نشان داد که مهاجم از آوریل 2020 فروردین 1399 به طور فعال ایمیل های سازمان های مختلف در کشورهای زیر را استخراج کرده است. مشخصات جغرافیایی این قربانیان اسرائیل، اردن، کویت، عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی در راستای منافع رژیم ایران بوده که توسط بازیگران دولتی ایران به ویژه بازیگران مرتبط با وزارت اطلاعات هدف قرار گرفتند. مهاجم در حال استخراج نامه از قربانی بین نوامبر 2021 و می 2022 مشاهده شد. او احتمالا از همان ابزار مورد استفاده وزارت اطلاعات ایران برای دسترسی به حساب های ایمیل استفاده می کرد. حمله سایبری به دولت آلبانی با استفاده از تاکتیک مشترک بازیگران تحت حمایت دولت ایران ابتدا با جفزار را به کار گرفت و سپس با دفزار وایپر را مستقر کرد. وایپر و باجفزار هر دو پیوندهای قابل تشخیص فنی با گروه های دولتی و وابسته به ایران داشتند. حمله وایپری در ادامه توسط یک بازیگر مجزا و ناشناس ایرانی انجام شد. درایور الدوس یک ابزار مشروع است که توسط وایپر زیرو کلیر مورد سوء استفاده قرار گرفته و برای حذف فایل ها، دیسک ها و پارتیشن ها در سیستم های هدف استفاده شد. در حالی که زیرو کلیر به طور گسترده مورد استفاده قرار نمی گیرد. این ابزار بین تعداد کمتری از بازیگران وابسته از جمله بازیگران در ایران با پیوند به وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران به اشتراک گذاشته می شود. این ابزار با یک گواهی دیجیتال نامعتبر از شرکت مخابرات کویت امضا شده است. این گواهی نامه دارای اثر انگشت مشخص است. این گواهی تنها برای امضای 15 فایل دیگر مورد استفاده قرار گرفته است. رد پای بسیار کوچکی که نشان می دهد گواهی به طور گسترده در بین گروه های بازیگر غیر مرتبط به اشتراک گذاشته نشده است. چندین باینری دیگر با همین گواهی دیجیتال قبلا روی فایل هایی در پیوند با رژیم ایران دیده شده بود از جمله علیه عربستان سعودی در جوان 2021 پیام رسانی، زمانبندی و انتخاب هدف حملات سایبری این اطمینان را در ما تقویت کرد که مهاجمان از طرف رژیم ایران عمل می کند پیام رسانی و انتخاب هدف نشان می دهد که تهران احتمالا از این حملات به عنوان تلافی حملات سایبری استفاده کرده است که رژیم ایران تصور می کند توسط اسرائیل و یا توسط مجاهدین خلق انجام شده است که یک گروه مخالف ایرانی عمدتا مستقر در آلبانی و به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی ایران می باشد. پیام در تصویر باج نشان می دهد که مجاهدین خلق دشمن دیرینه ی رژیم ایران هدف اصلی در پشت حمله آنها به دولت آلبانی بوده است. تصویر باج مانند چندین پست عدالت میهن گروهی که آشکارا پیامها و اطلاعات مرتبط با حمله را افشا می کند می پرسد چرا مالیاتهای ما باید خرج تروریست های دورست شود؟ این اشاره به سازمان مجاهدین خلق است که تهران آنها را تروریست می‌داند و یک کمپ بزرگ پناهندگان در شهرستان دورس در آلبانی دارد. شماره های تماس فهرست شده در تصویر باج به چندین رهبر ارشد آلبانیایی مرتبط بود که نشان دهنده حملات سایبری به راه آهن ایران و پمپ های سوخت رسانی بود که شامل یک شماره تلفن تماس متعلق به دفتر رهبر رژیم ایران بود. پیام ها در عملیات اطلاعاتی همچنین بر هدف قرار دادن سیاستمداران فاسد دولتی در آلبانی و حمایت آنها از تروریستها و علاقه به آسیب نرساندن به مردم آلبانی تاکید داشتند حمله سایبری در 15 ژوئیه هفته ها پس از یک رشته حملات سایبری به ایران یک هفته قبل از اجلاس جهانی ایران آزاد که توسط سازمان مجاهدین خلق حمایت میشد و همسو با سایر اقدامات سیاسی ایران علیه مجاهدین خلق اتفاق افتاد و این احتمال دخالت ایران را بیشتر تقویت کرد در 16 ژوئیه یک روز پس از حمله سایبری وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای سیاستمداران فعلی و سابق آمریکایی را به دلیل حمایت از مجاهدین خلق لیست گذاری کرد. اجلاس جهانی ایران آزاد که رژیم ایران فعالانه با آن مخالف است، در سال جاری به دنبال هشدار درباره تهدیدات تروریستی احتمالی برای اجلاس ایران آزاد در 21 ژوئیه لغو شد. چند روز بعد از اجلاس از پیش تر شده ای ایران آزاد مطبوعات رسمی ایران در یک سرمقاله به یک عمل نظامی علیه مجاهدین در آلبانی فراخوان داد این رشته از وقایع نشان می دهد که شاید تلاش تمامی دولت ایران از وزارت خارجه تا آجانس های اطلاعاتی و تا خروجی های مطبوعات رسمی علیه مجاهدین بوده باشد قبل و بعد از راه اندازی کمپین پیام رسانی عدالت میهن حسابهای فردی های اجتماعی و شماری از اتباع ایرانی و آلبانیایی که به دیدگاههای طرفدار ایران و ضد مجاهدین خلق شناخته میشوند نکات کلی این کمپین را تبلیغ و افشاگری های منتشر شده توسط حسابهای عدالت میهن آنلاین را تقویت کردند ترویج موازی کمپین عدالت میهن و موضوعات اصلی آن توسط این نهادها در فضای آنلاین قبل و بعد از حمله سایبری حاکی از یک عملیات اطلاعاتی گسترده با هدف تقویت تأثیر حمله است. پیش از حمله سایبری در ششم جوان، ابراهیم خدابنده، یکی از اعضای سابق مجاهدین خلق، نامه سرگوشاده خطاب به ادیراما، نخست وزیر آلبانی ارسال کرد و در آن نسبت به عواقب تشدید تنش ها با ایران هشدار داد. خدابنده با استناد به حمله به سیستم های شهرداری تهران و پمپ های بنزین مدعی شد که سازمان مجاهدین خلق منشأ اقدامات خرابکارانه علیه منافع مردم ایران بوده و گفت اینها باعث کارهای خصمانه دولت شما شد و سبب دشمنی آشکار با ملت ایران شد. چهار روز بعد در دهم جوان خدابنده و انجمن نجات ضد مجاهدین خلق که او ریاست آن را بر عهده دارد میزبان تعدادی اتباع آلبانیایی در ایران بود. این افراد جورجی تاناسی، داشامیر مرسولی و ولادیمیر ویس اعضای یک انجمن ضد مجاهدین خلق به نام انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی بودند. با توجه به ماهیت بسیار سیاسی کار این انجمن با حروف اختصاری آسیلا در مورد موضوعات مرتبط با مجاهدین که تهران آن را سازمان تروریستی میداند این امکان وجود دارد که این سفر با مجوز دولت ایران انجام شده باشد. پس از بازگشت از ایران در دوازده همه انجمن نجات گفت پلیس آلبانی به دفاتر آنها یورش برده و تعدادی از اعضای آسیلا را بازداشت کرد. در حالی که انجمن نجات وزارت اطلاعات این حمله را ناشی از اتهامات نادرست و بیاساس اساس می داند، به گفته رسانه های محلی، این حمله ناشی از ارتباط احتمالی با سرویس های اطلاعاتی ایران بوده است. در پی حمله سایبری به آلمانی، تاناسی و اولسیازجی، یک شهروند آلبانیایی دیگر که اغلب در رسانه دولتی ایران پرستیوی با مواضع ضد مجاهدین خلق ظاهر می شود، در 23 ژوئیه نامه سرگشاده دومی را خطاب به ایلیرمتا رئیس جمهور وقت آلبانی نوشتند که در سایت انجمن نجات منتشر شده است. این نامه باستاب ادعای اصلی عدالت میهن بود یعنی اینکه ادامه میزبانی آلبانی از مجاهدین خلق خطری برای مردم آلبانی است در ماه می 2021 اردی بهشت 1400 تقریبا همزمان با اینکه بازیگران ایرانی شروع به نفوذ در سیستم‌های قربانی در دولت آلبانی کردند دو حساب ضد مجاهدین در فیسبوک و توییتر که به نظر نمی رسد با افراد واقعی مطابقت داشته باشند ایجاد شد. این حسابها ها عمدتا محتوای ضد مجاهدین خلق را منتشر می کنند و با حساب های افراد ضد مجاهدین مرتبط هستند. این دو حساب به همراه یک حساب سوم قدیمی تر جزء اولین حساب هایی بودند که پست های حساب های عدالت میهن را در توییتر تبلیغ کردند و هر سه به طور چشمگیری میزان پست های ضد سازمان مجاهدین خلق را پس از عمومی شدن حمله سایبری در عواسط جویه 2022 افزایش دادند. یکی از این حساب ها که به طور مرتب محتوای عدالت میهن را پست می کرد قبلا برای آمریکن هرال تریبیون که به سپاه لینک شده بود و الان دیگر وجود ندارد و دیگر سایت های خبری هاشیهی مطالبی نوشته بود که اغلب همراه با عبارتهای منفی درباره سازمان مجاهدین خلق بود در همین حال یک حساب کاربری دوم ممکن است سعی کرده باشد با حداقل یک روزنامه آلبانیایی قبل از حک و درز اطلاعات تماس بگیرد و درخواست همکاری و انتشار مطالبش را در این رسانه بکند تجزیه و تحلیل استفاده از آسیب پذیری ها برای کاشت پوسته های وب برای پایداری اقدامات شناسایی تکنیک های رایج جمعآوری اعتبار، روش های فرار دفاعی برای غیرفعال کردن محصولات امنیتی و تلاش نهایی برای رمزگذاری و پاک کردن باینری ها شناسایی شده و نشان می دهد تلاش برای تخریب تحت حمایت ایران کمتر از ده درصد بر آلبانی تأثیر داشت. در بازه زمانی اکتبر 2021 تا ژانویه 2022 عوامل تهدید از یک ابزار استخراج ایمیل منحصر به فرد استفاده کردند که با آی پی های وب سرویس های اکسچنج ارتباط می گرفت تا ایمیل ها را به گونه ای جمع کند که اقدامات را پنهان نماید متعاقبا بازیگران حساب را به گروه مدیران داخلی مبادلات بسیار ممتاز مدیریت سازمان اضافه کردند تا بعدا نقش جعل هویت برنامه را اضافه کنند نقش مدیریت با جعل هویت برنامه را قادر می سازد تا هویت کاربران یک سازمان را جعل کنند تا وظایفی را از طرف کاربر انجام دهند و این امکان را برای برنامه فراهم می کند تا به عنوان صاحب صندوق پستی عمل کند قبل از رمزگذاری فایل ها یک فایل یادداشت باش در پوشه گذاشته می شود که در انتهای آن نوشته شده چرا مالیات ما باید به نفع تروریست های دورست هزینه شود؟